پس از افزایش شمار واقعات مثبت ویروس کرونا، رهبری وزارت امور داخله تصمیم گرفت تا برای 3 هفته دیگر باشندگان کابل در تجرید قرار بگیرند و قیود گشت و گذار تا 20 ماه ثور تمدید شده است. پلیس ملی کشور با جدیت کامل پلان قیودات اجباری را تطبیق می کند و از باشنده های پایتخت می خواهد تا در تطبیق آن با پلیس خود همکاری نمایند. به همین منظور این بار معاونان حوزات 8 و 10 با شمار از جوانان و منصوبین پلیس حوزات یاد شده به بخش های کارت نو، سرک 3 کارت نو، سرک اول، سرک نو، نساجی و چمن حضوری رفتند و در پیوند به شیوه ویروس کرونا به مردم آگاهی کردند و این روند را نیز از نزدیک نظارت کردند. کرونا را جدی بگیرن، هم به خود ضرر نرسونن، هم به فامیل خود، و در صورتی که اونا به توجه به هدایت پلیس توجه نکنن، مطابق قانون با ایشان برخورد جدی و قانونی صورت میگیره. د هیواد ملي پولیس له ټولو کابل ښاریانو څخه غوښتنه کوي تر څو د ګرج بندیز د مودې تر پای ته رسېدو پورې په خپلو کورونو کې پاتې شي او پرته له کومې جدي اړتیا څخه له خپلو کورونو څخه راونه وځي. د کورونا ویروس مثبتې پیښې ورځ تر بله په ډېرېدو دي، نو په همدې اساس د هیواد ملي پولیس له ټولو کابل ښاریانو څخه هیلې لري تر څو د غویي تر شلمې پورې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له خپلو پولیسو سره مرسته وکړي. د عامې روغتیا وزارت په وینا سره تر دې مهاله نږدې 1000 کسان د کرونا په ناروغۍ اخته او څه باندې 2.5 تر دې مهاله مړه شوي دي. کرونا جدي وګڼئ او ګرز بندیز رعایت کړئ تر څو د یادې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. چون این مرض مرض کشنده است، بالای شان رحم نمیکنه. شما بالای خانواده تان، بالای خودتان رحم بکنین، از خانه هایتان نبراین. اگر در صورت کدام مشکل می داشته باشین، ماسک داشته باشین، دستکش داشته باشین. افغانستان ویروس کرونا را شکست می دهد. کرونا را جدی بگیریم.